پس از بند شدن کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی از سوی حکومت امارات اسلامی، زنان از نبود منبع عایداتی شکایت دارند. بانوانی که بیکار شدند میگویند بسیاری از خانم ها که در بیرون مصروف کار بودند سرپرست نداشته و مسئولیت تأمین مالی خانواده هایشان را به دوش میکشیدند. پس از اعلام وزارت اقتصاد امارات اسلامی مبنی بر منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، بانوان از نبود منابع درآمد شکایت میکنند. وحیده بیاد یکی از زنان بیکار شده طی فرمان وزارت اقتصاد امارات اسلامی میگوید اکثر زنانی که در بیرون از خانه کار میکردند تنها نانآور خانه هایشان بودند. خانم بیاد گفت منع کار زنان جامعه اقتصادی خانواده ها را ضربه زده و فقر را بیشتر اوج خواهد داد. در اول اگر بگویم که خانما بیشترشان تنها نانآور خانواده بودند و یک ضربه بسیار محکمی و جبران ناپذیری است به اقتصاد در کل و بعد از میای اجتماعی کوچک خانواده است و روی خانواده ها هم خیلی تاثیرات منفی خود داره. بیشتر یا کسایی بودند که کار میکردن در بیرون شوهر نداشتن، بسیار کسا پدر و برادر نداشتن. با یک فکر کنید یک لقمنان را که یک خانم یا یک بانو را به روزی و رزق حلال را که پیدا میکردن به بسیار مشکلات متاسفانه او را از دست داد. در همین حال مریم هودک یک دیگر از خانم هایی که به تازگی بیکار شده میگوید زنان سبکدوش شده از وظیفه برای اقتصاد خانواده هایی که سرپرست ندارند بسیار گران تمام خواهد شد. خانم هودک گفت این روند بسیاری از خانم ها را مجبور خواهد کرد که از هر وسیله استفاده کند تا باقی حیات خود و خانواده هایشان را زنده نگه دارند. اوس په حال په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ دي چې هغوی ډوډۍ راوړونکی نه لري، هغوی سرپرست کور نه لري. هغه مېرمنې مجبورې دي چې کار وکوي، خپل راتلونکي د خپلو اولادونو راتلونکي جوړه کړي او د هغوی لپاره یوه مړۍ حلاله روزي وګټي. ولې د نن سبا شرایطو ته په کتو سره دغه ډول مېرمنې چې په کور کې نیول کېږي دی مجبورېږي دې ته چې یا به په هر ډول شرایطو کې په هر ډول سخت و حالات که مجبوریگی چه لواتن از خلای سفرار بکی اگر داده چه دلتا اخلاقی فساد زمینه برابریگی. از سوی همظاهر بهزاد استاد دانشگاه میگوید که زنان در هر جامعه نصف کاری فعال کشورها را تشکیل داده و نقش بارز را در بخشهای اقتصادی دارند. آقای بهزاد گفت فرمان جدید امارت اسلامی مبنی بر مسدود شدن مراکز آموزشی و تحصیلی و کار نکردن زنان در بیرون بر رسم شناختن حکومت حاکم را به تعویق خواهد انداخت. اگر از منظر اقتصادی به این قضیه نگاه کنیم، ما و شما میدانیم که زنان در هر کشور تقریبا نصف از نفوس کاری فعال هر کشور را تشکیل میدهد و نقش بارز و سازنده ای را در بخش اقتصاد و خدمات هر کشور بازی میکند. این در حالی است که وزارت اقتصاد روز شنبه هفته جاری طی مکتوبی از مؤسسات داخلی و خارجی خواست که کارمندان زن را دیگر اجازه ندهد که به کارهایشان حاضر شوند. گفتنی است که با تلاش های پیگیر موفق به پاسخ شرح این مکتوب از سوی وزارت اقتصاد در این رابطه نشدیم. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.